داشتم از اینجا دیگه از کمال های مرکزی شهر روم عبور میکردم که چشم به نمایشگاه بی ام وی افتاد. گفتم شاید بعد نمایشه که تصاویری از این سالن فروش خودرو که بیشتر خودروهاش هم برقیه رو به شما نشون بدم، اما پیش از این که این تصاویر رو به شما نشون بدم شاید بعد نمایشه که نمیدونم خدمت هموطنان عزیز که میبینم برخی موارد لطف دارن و در کامنت هاشون مینویسن که مسئول شد به خاطر کمبود سوژه چه گزارش هایی برای صدا و سیما تهیه میکنه. عرض کنم که این گزارش ها مربوط به صدا و سیما نیست و فقط برای شما عزیزانی که من در اینستاگرام هم میذارم. گزارش های صدا و سیما حتما زیرش لوگوی صدا و سیما داره. البته برخی موارد هم میبینم که برخی از کانال ها بخشی از گزارش ها منم برمیدن و به عنوان یک گزارش کامل نشون میدن و میگن مسئول نژاد مثلا در این مورد گزارش تهیه کرده، که اینم درست نیست ولی به حال مشکل نیست. برای مثال همین دو روز پیش من گزارشی در رابطه با اهمیت به اصطلاح خط عابر پیاده در ایتالیا تهیه کردم که این کانال ها فقط قسمت آخرش رو برداشتن و گفتن این هم گزارش مسئول نژاد در رابطه با خط عابر پیاده. به حال مشکل نیست، هر جوری که صلاح میدونم میتونه انجام بدم. به حال داشتم خدمتتون عرض میکردم که اینجا سالن فروش خودروی بی‌ام‌وی هستش. همونجور که خدمتتون عرض کردم بیشتر این خودروها برقی هستن. در کنار این سالن، سالن به اصطلاح فروش خودروی مینیمالی هم هست که اگر اشتباه نکنم بی ام وی به اصطلاح کارخونه مینیمالی هم خریداری کرده و متعلق به بی ام وی هستش. خب حالا در قسمت اون طرف خیابون میتونیم بریم، الان چراغ سبز یه لحظه. دو تا سالن فروش خودرو هم هست که جالبه الان خدمتتون نشون میدم. چند لحظه تعامل کنید، یه مقدار سریعتر میرم. الان میرسیم اون طرف خیابون هم همطور که مشاهده میکنید دفتر ایرانیه که متاسفانه بیش از دو ساله که عملا تعطیل شده و جای تاسف تعطیل شده به خاطر اینکه پرواز به روم نیست. انشاءالله که هر چه زودتر مدیران محترم شرکت هواپیمایی ایرانه در ایران یه فکر به این مسئله میکنن. واقعا بسیاری از ایرانیان مقیم شهر روم متاسفانه به خاطر هواپیمایی نیست با شرکت هواپیمایی دیگه به کشورمون. اینجا نمایشگاه جگوار، لندروور و یکی هم جلوتری که بعد که در خونه اصلا کنم هستش. اما هم بودیم این نمایشگاه کوچیک هستن، یعنی این سالن های فروش بسیار کوچیک هستن چون اینجا ما در مرکز شهر هستیم و به هیچ وجه کسی نمیتونه به اصطلاح مثلا دو تا مغازه رو بگیره وسطش رو خراب کنه و بزرگش کنه. به خاطر همین به این شکل فقط در معرض دید مردم قرار داره. حالا جالبتر این که در کنار این نمایشگاه یک نمایشگاه بسیار زیبای دیگه هم هست که مربوط به لامبورگینی. اینم ماشین لامبورگینی، ماشین بسیار گران قیمتیه. حدود 300 تا 600 هزار یورو پولشه. بله، حمید معصومی نژاد، روم. همونطور که شنیدید نگفتم حمید معصومی نژاد خبرگزاری صدا و سیما روم، گفتم حمید معصومی نژاد روم. خدا نگهدار.